سرخط خبرها، ابتلای نخست وزیر رژیم صهیونیستی به کرونا، آیا او نجات خواهد یافت؟ کشته و زخمی شدن چند اسرائیلی در حمله مسلحانه دو فلسطینی. محبوبیت بایدن باز هم در سراشیبی سقوط. و نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به 85% رسید. مشروع اخبار. ابتلای نخست وزیر رژیم صهیونیستی به کرونا، آیا او نجات خواهد یافت؟ دولت رژیم صهیونیستی از ابتلای نخست وزیر این رژیم به کرونا خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از العین الاخباریه، دفتر نفتالی بنت، نخست وزیر دولت رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که وی به کرونا مبتلا شده است. در این بیانیه آمده است حال بنت خوب است و وی طبق معمول از محل اقامتش به کار خود ادامه خواهد داد. دفتر نفتالی بنت همچنین اعلام کرد که وی طی امروز جلسه ای را با وزرای جنگ و امور داخلی، رئیس شابا، کمیسر کل پلیس و مقامات بلندپایه دیگر رژیم صهیونیستی برای ارزیابی اوضاع پس از عملیات تیراندازی و زیرگیری در منطقه الخزیره در جنوب حیفا و کشته و مجروح شدن چند صهیونیستی برگزار خواهد کرد. کشته و زخمی شدن چند اسرائیلی در حمله مسلحانه دو فلسطینی. منابع خبری اسرائیل از کشته شدن دو اسرائیلی و زخمی شدن شمار دیگری در عملیات تیراندازی در الخزیره خبر دادند. رسانه‌های اسرائیل از عملیات شهادت طلبانه فلسطینیان در اسرائیل و در پی آن کشته و زخمی شدن چند اسرائیلی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری قدس، در تازه‌ترین عملیات شهادت طلبانه فلسطینیان دو اسرائیلی کشته شدند. خبرنگار رادیو ارتش اسرائیل با اشاره به کشته شدن دو اسرائیلی در عملیات شهادت طلبانه شب گذشته از شهادت عاملان این عملیات خبر داد. منابع خبری اسرائیل شامگاه یکشنبه از کشته شدن دو اسرائیلی و زخمی شدن شمار دیگری در عملیات تیراندازی در الخزیره در اراضی اشغالی 1948 خبر دادند که حال برخی از مجروحان این عملیات وخیم گزارش شده است. محبوبیت بایدن باز هم در سراشیبی سقوط. محبوبیت رئیس جمهور آمریکا باز هم رو به کاهش گذاشت و در جدیدترین نظرسنجی شبکه NBC نیوز به 40% رسید. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس، بر اساس نظرسنجی NBC نیوز که روز یکشنبه منتشر شد، کاهش محبوبیت جو بایدن رکورد جدیدی را ثبت کرد. در این نظرسنجی محبوبیت کلی رئیس جمهور آمریکا به 40% کاهش یافت که نشان داد 55% از آمریکایی‌ها عمل کرده او را به عنوان رئیس جمهور تایید نمی کنند. در نظرسنجی NBC نیوز در ماه ژانویه رضایت از عمل کرده بایدن 43% بود، در حالی که 54% عمل کرده او را تایید نمی کردند. نظرسنجی جدید نشان داد که از هر 10 آمریکایی 7 نفر به توانایی بایدن برای مدیریت درگیری بین روسیه و اوکراین اعتماد کمی داشتند و از هر 10 نفر 8 نفر نگران بودند که تنش‌ها منجر به قیمت بالاتر بنزین برای آمریکایی‌ها و همچنین منجر به جنگ هسته‌ای شود. همین نظرسنجی نشان داد که جمهوری‌خواهان در این خصوص که کدام حزب باید کنترل کنگره را پس از انتخابات میان دوره نوامبر امسال در آمریکا در دست بگیرد، با 2 امتیاز برتری داشتند. نظرسنجی مذکور از 18 تا 22 مارس، 27 اسفند تا 2 فروردین با مشارکت 1000 بزرگسال آمریکایی انجام شد و حاشیه خطای آن 3% بود است. نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به 85% رسید. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از متنوع سازی روش‌های بازگشت ارز در دولت 13 برای صادرکنندگان خبر داد. به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تعیین شعار سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت تقویت صادرات کالاهای دانش بنیان گفت: از مهر ماه سال گذشته تلاش کردیم با حفظ حمایت از رویه‌های قبلی صادرات، تجارت محصولات دانش بنیان را تقویت کنیم. علیرضا پیمان پاک با تاکید بر ایجاد نقشه راه و برنامه منسجم برای تجارت و تعیین کشورها و گروه‌های کالایی اولویت دار و الزامات تجارت از جمله مسائل تعرفه‌ای، لوجستیکی و غیر افزود، در زمینه تقویت صادرات محصولات دانش بنیان تلاش کردیم
از ظرفیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کشورهای هدف و پتانسیل‌ها و شبکه‌های موجود و ظرفیت اتاق‌های مشترک استفاده کنیم. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نقاط قوت و عملکرد دولت 13 در افزایش حجم تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی در سال 1400 این دستاورد را نتیجه توجه ویژه شخص رئیس جمهوری، وزیر سمت، معاون اول رئیس جمهوری، معاون اقتصادی و سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران دانست.